من حاضرم جونم بدم علی اصلاح نوازه. انشالله زنده باشید. آخر هفته بازی با پرسپولیس هم هست دیگه، دوست دارید کوری رو به دوربین بخونید برای رقیب سنتی؟ نمیخونم چون دوتا تیم قوی هم نمیشه ایشون کرد چی میبره. از مسجد سلیمان اومدید شما؟ نه ما تهران. از تهران چرا طرفدار نفت مسجد سلیمانید؟ خونمون نفت. تیمی در بین تیم‌های بالای جدول خودش نشون بده، زمین محکم دیاباته و تو بیگ فرعباسی در اختیار گرفت. سوت داور، حرکت بازیکن تیم نفت، ارسال به تیر اول خطرناک اونجا و گل. گل برای نفت مسجد سلیمان. دروازه استقلال باز شد و مدافع و دروازه‌بان‌ها این دروازه‌بان و مدافعا نتونستن اونجوری که باید شاید توپو دور بکنن. مهدی قائدی رو پاش رفته، نور محمدی، زکی پور، علی کریمی، زکی پور اضافه شد، یه حرکت زکی پور کوتاه فرستاد، میزنه گل مساوی رو، میزنه گل مساوی رو ارسلان مطهری. هم گل میزنه هم یه نیمچه ترانه واسه یابی ها. صادقی نمیتونه رد بشه، دوباره خود وریا توپو گرفت، دور میزنه، پاس کوتاه، پاس کاری خوبه استقلالی ها، ریگی، پاس کاتک، میتونه گل دوم رو بزنه و میزنه قائدی، میزنه قائدی گل دوم رو. استقلال 2 نفت مسجد سلیمان 1. زنده گل مهدی قائدی است که میشه حالا 9 گله و خودی نشون میده مهدی قائدی دوباره. همه نگاه ها به حاج ملک، سوت خودش رو میزنه و بازی تمام میشه به نفع تیم استقلال. سه امتیاز رو میگیره تیم فرهاد مجیدی، میشه 32 امتیازی. تو چند روز گذاشتم حالا سفر داشتیم، دو تا بازی سنگین انجام دادیم و حالا خدا رو شکر بدنمون خوب ریکاوری شد. مهم سه امتیاز بود و آماده میشیم شالا برای هفته بعد. بعد اون دو تا بازی پلی‌آف آسیایی و اون حالا خستگی که بود، ما مجبوریم یه سری از بازیکن‌ها رو استراحت بدیم و یه سری هم که استفاده کردیم مثل شیخ آسیب دید و فکر می‌کنم سه امتیاز خیلی خوب بود و ان شاءالله که بتونیم روند ادامه بدیم. خب تیم ما واقعا خسته بود، الان تو فکر کنم 6 روز 3 تا بازی انجام دادیم، خیلی خسته کننده بود تیم ما، ولی خب تونستیم به لطف خدا تلاش بچه‌های سه امتیاز خیلی خوب بگیریم قبل از دربی و با یه رویه خوب بریم سمت دربی. امیدوارم که دربی هم بتونیم در هوای هواداری که اومدن امروز تو سرما تشریفون کردن شاد کنیم. مهدی همیشه شادی گلات خاص بوده، الان 11 گل زدی، حالا اگه گل دهمت تو لیگ بیفته سر دربی، گل شادی خاص به هوادارا میدی؟ 100%. من فکر میکنم که بچه‌های ما امروز خیلی خوب بازی کردن، ولی تجربه استقلال و کیفیت چند تا از بازیکنهای استقلال کارو به سود استقلال تموم کرد و تبریک میگم به کادر فنی، هوادارایی که به هوادارایی تبریک میگم که حرمت ورزشگاه رو حفظ کردن و نه به اون تعداد هواداری که حرفایی زدن، شعارهایی دادن، فوش و ناسزا گفتن که لایقش خود اونا بودن. به اونا تبریک نمیگم که جبه ورزشگاه رو مسموم کردن. از همه بازیکنان تشکر میکنم که با توجه به اینکه خیلی خسته بودن و شرایط دوتا بازی که توی پلی‌آف انجام دادیم شرایطی بود که تو هم بود با پروازای پیاپی، به خاطر این بچه‌ها خیلی خسته بودن ولی همه توانشون رو گذاشتن، خیلی عالی بودن، از همشون ممنونم.